سریال تو در خانه ام را بزن قسمت 53. ادا خیلی نوشیده و وقتی برای خوندن روی سن میره درست همون موقع سرکان هم خودش رو میرسونه و محو خوندن ادا میشه. ادا هم از دیدن او جا میخوره اما در حالی که نمیتونه چشم از او برداره به خوندنش ادامه میده. بعد از اینکه از روی سن پایین میاد به سمت سرکان میره و میپرسه سرکان توی ماشین تو چیزی به من گفتی؟ گفتی همه چیزم رو میدم تا این لحظه بمونه، چرا این حرف رو زدی؟ سرکان کمی فکر میکنه و میگه چون هنوز فکر میکردی عاشق همیم و من برای اینکه ذهنت اون لحظه بیشتر از این درگیر نشه به بازی ادامه دادم. ادا میگه باورت نمیکنم سرکان، چون از من جدا شدی اینو میگی ولی یه دلیل دیگه داره، من بالاخره اون دلیل رو پیدا میکنم. آتکین به خاطر اینکه هنوزم سرکان او رو نبخشیده ناراحته. آیدان کنارش میشینه و سعی میکنه آرومش کنه. آتکین میگه سرکان از این خونه میره چون همه چیز این خونه ادا رو براش تداعی میکنه، ولی تو میتونی امتحان کنی که از این خونه بری بیرون. فقط به خاطر سرکان نیست، به خاطر من و خودت این کارو بکن. آیدان هم با نگرانی قبول میکنه. انگین از پری درخواست رقص میکنه و وقتی جرن میگه منم دلم میخواد برقصم، ادا فوراً میگه افه از جرن درخواست کن. افه هم قبول میکنه و اونها با هم مشغول میشن. اردم هم نزدیک فیفی میره تا از او درخواست رقص کنه اما فیفی خیلی جدی بهش میگه فکرش هم نکن. ادا به سرکان نزدیک میشه و سرکان میگه ممکنه ما جدا شده باشیم اما با افه هر کاری میخوای بکنی جلوی من این کارو نکن. ادا میگه دردت اینه که بقیه چی میگن؟ تو واقعا یه ربات بی احساسی و پشت او میکنه که بره. سرکان بازوشو میچسبه و میگه ادا بیا با هم برقصیم و دستش رو دور کمر او حلقه میکنه. ادا هم قبول میکنه و در حالی که لبخند میزنه شروع به رقصیدن با سرکان میکنه. صبح که ادا چشاشو باز میکنه تازه یادش میاد که با سرکان شب قبل رو رقصیده و از دست خودش هرس میخوره. افه در شرکت از سرکان میپرسه از اینکه ادا با من کار میکنه ناراحتی چون از من خوشت نمیاد، اینو چجوری میتونیم حلش کنیم؟ سرکان میگه وضعیتی برای حل کردن نیست افه، ادا میخواد با تو کار کنه پس کار میکنه، منم نمیتونم چیزی بهش بگم. افه میگه خوبه که اینطوری فکر میکنی چون ادا هم به این کار و هم به پولش نیازمنده. وضعیت گلفروشی عمش خوب نیست، ادا هم با حقوق شهریه دانشگاهش رو میده. سرکان که میفهمه این رو فوراً به یکی از آشنایانش زنگ میزنه تا سفارش زیادی از گلفروشی آیفر بگیره. آیفر وقتی اینو میفهمه خیلی خوشحال میشه و این موضوع رو با ادا در میون میذاره. ادا فکری میکنه و حدس میزنه که این کار حتما کار افه بوده که دیروز وضعیتش رو شنیده و فهمیده و به خاطر همین وقتی به شرکت میره از افه تشکر میکنه. افه دلیل تشکر رو نمیفهمه و گیج میشه. انگین تحقیقاتی در مورد افه پیدا کرده رو به سرکان نشون میده. سرکان میفهمه که افه مدتی که در ایتالیا درس میخونده تونسته فوراً یه شرکت تأسیس کنه و به خاطر همین معلوم میشه که یک شرکت مخفی هم داره. سرکان قضیه این شرکت مخفی رو از افه میپرسه. افه لبخند میزنه و میگه پس در موردم تحقیق کردی، اما شریکم مخفی نیست، به زودی میارمش با خاتون آشناش میکنم. آیدان همه چیز رو برای روانشناس تعریف میکنه. روانشناس به او میگه بیشتر از هر کسی او الان وابسته به ادا شده چون او بوده که خانوادهش رو از منجلا بیرون کشیده و حالا با نبودش بیشتر از همیشه ناراحت هستش. وقتی ادا میفهمه که سرکان طرحهای او رو عوض کرده با عصبانیت از او میخواد تا دلیل این کارش رو بهش بگه. سرکان میگه اونجا رو ببینی خودت متوجهش میشی. ادا به زور از او میخواد تا اونجا رو نشونش بده و اونقدر اصرار میکنه که سرکان راضی میشه. ادا از سرکان میخواد تا درختهای باغ رو جابجا نکنه چون باعث نابودی اونها میشه. سرکان قبول نمیکنه اما وقتی مصمم بودن ادا رو میبینه چاره ای نمیبینه. آیدان به ادا زنگ میزنه تا پیشش بیاد که با هم صحبت کنن. ادا میگه دوست نداره پیش او بیاد تا در مورد سرکان صحبت کنن. آیدان با بغض میگه موضوع سرکان نیست و از ادا میخواد فقط کنارش باشه. وقتی ادا دوباره به جرن در مورد رابطش با فرید هشدار میده کمی این موضوع به جرن برمیخوره و میگه من توی زندگی تو دخالتی نکردم، تو هم نکن. ادا فقط میگه من میخوام تو عاقلانه تصمیم بگیری. ادا پیش آیدان میره تا کمک دستش باشه. همون موقع سرکان از راه میرسه و ادا رو میبینه و به سمت مادرش میره و میگه دیگه نمیخوام ادا رو اینجا دعوت کنی مامان. آیدن میگه شاید اگه دلیل جداییتون رو میدونست متفاوت تر میشد. ادا همه صحبت های اونها رو میشنوه. سریال تو در خانه ام را بزن قسمت 54. ادا حرفای سرکان و آیدان رو شنیده و به محض دور شدن سرکان سراغ آیدان میره و میپرسه دلیل جدا شدنمون چی میتونه باشه؟ آیدان دست پاچه شده و میگه بهتره با خود سرکان صحبت کنی. ادا با سماجت دوباره قضیه رو میپرسه و آیدان میگه من هیچ وقت راضی به رابطه شما دوتا نبودم. من بودم گفتم بهتره با تو تموم کنه چون مناسب خانواده ما نیستی. ادا کمی مکس میکنه و بعد میگه من اینو باور نمیکنم و از اونجا دور میشه. سرکان میبینه که او هنوز نرفته و آیدان به او اشاره میکنه که ادا حرفای اونها رو شنیده. ادا از سرکان هم میپرسه که دلیل جدایشون چی میتونه باشه. سرکان با کلافگی میگه هر چی بوده اینقدر زیر و روش نکن. این تصمیم من بوده و الان همه چیز تموم شده. فقط باهاش کنار بیا. ادا با عصبانیت به او چشم میدوزه و به خونه برمیگرده. او تمام حرصش از سرکان رو سر کیسه های بوکس در میاره تا وسط روز ورزش میکنه و این بین کمی دچار سرگیجه و حالت تهوع هم میشه اما اون رو نادیده میگیره. حتی صبح برای صبحانه هم حاضر نمیشه و گفتن اینکه بوی بدی به مشامش میرسه فوراً خونه رو ترک میکنه. آیفر از این حالت او کمی مشکوک میشه. ایفه با کسی از پشت تلفن صحبت میکنه و میگه نصف سهامش دست منه اما جوری رفتار میکنه که انگار من نیستم. منم بهش درس میدم که اعتماد کردم به منو یاد بگیره. بوچه دستیار امره و اصلی کافسی اوغلو به شرکت میاد تا خبر اومدن اونها رو به بقیه بده. او نمیتونه چشم از انگین برداره و به خاطر همین پریل حسابی عصبانی میشه. افه با خوشحالی امره و اصلی رو از دوستان خودش معرفی میکنه. امره و اصلی همراه نوزاد کوچیکشون به شرکت میان و اصرار دارن که معماری خونه قدیمی پدرشون رو خود سرکان شخصا انجام بده. سرکان هم قبول میکنه. افه هم ادا رو به عنوان معمار منظره به اصلی معرفی میکنه. سرکان سراغ ادا میره و همراه او به خونه‌ای که باید معماریش انجام بشه میرن. دوباره حال ادا بد میشه. اصلی هم با تهوع وارد دستشویی شده و اونجا با ادا آشنا میشه و میگه شاید حامله باشی. اگه واسه یه بچه دوم حامله باشم دیوونه میشم. من و امره هنوز نتونستیم درست حسابی بخوابیم و آمادگی بچه دوم رو نداریم. ادا از اون میخواد که آروم باشه. وقتی او از دستشویی بیرون میاد سرکان که از دور حواسش به ادا هستش از لیلا میپرسه چی شده؟ لیلا میگه ادا کمی دچار حال تهوع و سرگیجه هسته. وقتی اونها سوار ماشین سرکان میشن تا به سمت خونه قدیمی برن ادا سر راه از سرکان میخواد ماشین رو نگه داره و به داروخونه میره. سرکان فوری به دکتر خانوادگیشون زنگ میزنه و حال ادا رو براش شرح میده. دکتر میگه نکنه حامله باشه. سرکان جا میخوره و با نگرانی به ادا چشم میدوزه. وقتی ادا و سرکان به خونه قدیمی میرسن آسته و امره دوباره در مورد بچه و نگرانی های خودشون دعوا میکنن. آسته با ناراحتی میگه با وجود این نمیتونه جشنی که تدارکش رو دیده کنترل کنه. اما ادا فکری به سرش میزنه و به اون دو پیشنهاد میده تا خودش و سرکان برای چند ساعت مراقب سرکان کوچولو که اسم بچه هست میشن. اصلی و امره با کمال میل هم قبول میکنن. این بین ادا دوباره دچار تهوع میشه و به طبقه بالایی میره. او دوباره به اصلی که این بار با تست بارداریش مثبت شده روبرو میشه. ادا به خوشحالی میگه یه حسی به درونم میگه این بچه دختره. اینطوری خواستیم یه دختر یه پسر. سرکان اینها رو میشنوه و شکش به یقین تبدیل میشه. وقتی بچه در آغوش ادا هستش آیدان به ادا زنگ میزنه. سرکان گوش رو جواب میده و آیدان با دیدن ادا در حالی که بچه‌ای در آغوش او هستش شوکه میشه. فوراً به آیفر زنگ میزنه تا جریان رو بدونه. اما تا از سرکان و ادا و بچه‌ای که در آغوششون هستش حرف میزنه شارژ گوشیش تموم شده. آیفر هم نگران میشه.